سلامون علیکم، سلام، حالتون چطوره؟ سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مشتاق دیدار، مشتاق دیدار، امیدوارم که همیشه خوب باشین. من فکر کنم مشخصه یه مقدار چاق هستم و شکم دارم متاسفانه. قبل از کلاس پیرنمو پوشیدم و اومدم کتمو بپوشم، این دکمه های پیرن منفجر شد و خیلی آسیب زد به اطرافیانم. مجبور شدم این دکمه های کتو ببندم و خیلی حالت معذبی دارم و لباسام تنگ برام، اما متاسفانه چاره ای نیست دیگه. خب امیدوارم که حال همه خوب باشه. خب 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 بچه های من، این کلاس واسه بچه های ریاضی و تجربی و انسانی مفیده. این کلاس برای بچه های ریاضی، تجربی، انسانی مفیده. خب خوب به من گوش کنین، خوب به من گوش کنین بچه های من، جواب منو بدین ببینم. کوچولوها به من بگین توی کنکور چند تست عربی داریم؟ توی کنکور چند تست عربی دارین؟ دهم یا دهمون همونم باید بدونن. توی کنکور چند تست عربی داریم؟ 25 تست عربی. کلن درسای عمومیتون هر کدوم 25 تا تست داره. ادبیات 25 تا، عربی 25 تا، دین و زندگی و زبانم هر کدوم 25 تا تست داره. عزیز دلم بگو ببینم برای هر تست عربی چند ثانیه فرصت داریم؟ برای هر تست عربی چند ثانیه فرصت داریم؟ برای هر تست عربی 48 ثانیه فرصت داریم. کلن هر درس عمومی، هر تست عمومی، هر تست ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان حد اکثر باید توی 48 ثانیه جواب داده بشه. خب خنگودای من، شما لطفاً به من بفرمایید ببینم که 10 تست اول عربی چه تستاییه؟ 10 تست اول عربی تست های ترجمه است. 10 تست اول عربی تستای ترجمه است. میاد یک جمله عربی به شما میده، میاد یک جمله عربی به شما میده، 4 تا جمله فارسی زیرشه. باید گزینه ای رو انتخاب کنین که درست عربی رو تبدیل به فارسی کرده. لابد زدین همه تست ترجمه، یه جمله عربیه، 4 تا جمله فارسی زیرشه. باید گزینه ای رو انتخاب کنی که درست عربی رو تبدیل به فارسی کرده. اگر کسی 10 تست ترجمه رو درست جواب بده، اگر کسی 10 تست ترجمه رو درست جواب بده، 40% عربی زده. شما جواب این سوال منو بدین، به من بگین ببینم 10 تست ترجمه به لغت دونستن احتیاج داره یا نداره؟ اینو بگین، 10 تست ترجمه احتیاج به لغت داره یا نداره؟ اوهوهوهو بچه های من، تستای ترجمه فقط اسمش ترجمه است، اگر نه به ترجمه لغت احتیاج نداره. اگرم لغت بلد باشین تو تست های ترجمه اصلا به درد نمیخوره. عزیزم ما تستایی داریم که لغت میخواد، ما تستایی داریم که به لغت احتیاج داره، اما 10 تست ترجمه به لغت احتیاج نداره. اگرم بلد باشی لغت تو تست ترجمه به دردت نمیخوره. امروز میخوایم یه مقدار با هم ترجمه کار کنیم. امروز بهتون میگم که تستای ترجمه رو باید چطور جواب بدین. گله بیای من، جواب سوالای منو لطفا بدین ببینم. من نمیدونم که حرفای منو ارتباط برقرار میکنین، متوجه میشین یا نه. به من بفرمایید ببینم، به من بفرمایید ببینم چند تست عربی داریم توی کنکور؟ چند تست عربی داریم؟ چند تست عربی داریم توی کنکور؟
بله 25 تست 25 تست به من بفرمایین برای آفرین به من بفرمایین برای هر تست عربی چند ثانیه فرصت داریم؟ چند ثانیه فرصت داریم؟ آفرین بله 48 ثانیه فرصت داریم. خنگودای من بفرمایین 10 تست اول عربی تستای چیه؟ 10 تست اول عربی تستای ترجمه است. باریکلا تستای ترجمه اگر کسی هر 10 تاشو درست بزنه چند درصد عربی زده؟ 40 درصد. چند درصد عربی زده؟ 40 درصد. و گفتیم تست های ترجمه به لغت احتیاج نداره، تست های ترجمه به لغت احتیاج نداره. خب اگر 10 تست ترجمه به لغت احتیاج نداره پس به چی احتیاج داره؟ اگر 10 تست ترجمه به لغت احتیاج نداره پس به چی احتیاج داره؟ عزیز دلم تا میرسی به یه تست ترجمه اولین کاری که میکنی میری زیر فعل جمله خط میکشی. عزیز دلم وقتی میرسی به یه تست ترجمه اولین کاری که میکنی باید بری زیر فعل جمله خط بکشی. ما میخوایم یک مروری بکنیم روی همه فعل‌های عربی. میخوایم یک مروری بکنیم روی همه فعل‌های عربی. عزیز دلم تمرکز به من نگاه کنین. بچه‌ها چون کلاس رایگانه آموزشگاه جزوه رو در اختیار بچه‌ها قرار نمیده، باید از همین موبایلتون یا از لپتاپتون با هر وسیله‌ای که تو کلاس شرکت کردین تستا رو همونجا ببینین، جزوه رو همونجا نگاه کنین. بچه‌های من لطفاً جواب به من رو درست بدین. عزیز دلم یک فعل ماضی به من بگو. عزیزم ذهبه یعنی چی؟ یک فعل ماضی ذهبه یعنی چی؟ رفت. بله مزارعش چی میشه؟ یذهبو که معنیش میشه میرود. عزیزم از الان بیشتر دقت کنین. من یه سوال بپرسم، کیا دهم و یازدهمن؟ کیا دهم و یازدهمن؟ آها بله زیاد داریم مثل این که دهم و یازدهم. بچه های دهم و یازدهم تو امتحان پایان ترمتون نزدیک به 3 نمره از چیزایی که میگم سوال میاد، 3 الی 4 نمره توی امتحان پایان ترمتون، 3 الی 4 نمره از چیزایی که میگم سوال میاد. جلسه مهمیه براتون، خوب گوش کنین. عزیزای من ذهب یعنی رفت، یذهب یعنی میرود. ذهب یعنی رفت، یذهب یعنی میرود. عزیزای من اگر بخوایم بگیم خواهد رفت چه کار کنیم؟ اگر بخوایم بگیم خواهد رفت چه کار کنیم؟ خواهد رفت فعل آینده است، فعل مستقبله. خواهد رفت فعل آینده است، فعل مستقبله. اگر بخوای بگی خواهد رفت عزیزم یا میگی سیذهبو یا میگی سوف یذهبو. چه بگین سیذهبو چه بگین سوف یذهبو، این معنیش میشه خواهد رفت. عزیزم هر جا سع یا سوف بیاد قبل از فعل مضارع، هر جا سع یا سوف بیاد قبل از فعل مضارع، این فعل فعل آینده است، فعل مستقبله و تو ترجمهش خواه میاد. گلا بیا جواب منو بدیم ببینم. عزیز دلم من یه فعل می نویسم شما معنیشو بگو، یه فعل می نویسم شما معنیشو بگو. اگر داشتیم سیسمعونه یا داشتین سوف یسمعونه، سیسمعون یا سوف یسمعون چی میشه ترجمهش؟ سیسمعون یا سوف یسمعون چی میشه ترجمهش؟ آها بله هر جا س یا سوف بیاد قبل از فعل مضارع، این فعل فعل مستقبله و تو ترجمهش خواه میاد، معنیش میشه خواهند شنید، خواهند شنید. یکی از بچه ها نوشته استاد زور نزنین. آره من دیگه یه ذره دیگه زور بزنم
این دکمه های کتم هم پرتاب میشه. بچه های من سی اسمعون آفرین یا سوفی اسمعون معنیش میشه خواهند شنید. خب حالا بچه های من خوب به من گوش کنین، خوب به من گوش کن عزیز دلم، ببینم جواب منو میدی یا نه. فدوتشم میخوام بگم میرفت، شما بگو میرفت چه جور فعلیه؟ بگین من میخوام بگم میرفت، میرفت چه جور فعلیه؟ آها یه نفر نوشت مزاره، نه خیر، میرفت ماضی استمراریه، میرفت ماضی استمراریه. بچه ها ماضی استمراری توی فارسی با می شروع میشه، ماضی استمراری توی فارسی با می شروع میشه. یه کلمه خب بچه ها یه لحظه، ماضی استمراری تو فارسی با می شروع میشه، حالا می رود یا می رفت؟ می رود یا می رفت؟ قربونت برم، ماضی استمراری تو فارسی با می شروع میشه. یه کلمه دیروزم باید بشه قبلش گذاشت. دیروز می رود که نمیشه، دیروز می رود که نمیشه، دیروز می رفت. می رود مضارع است، دیروز می رود، دیروز می رود که نمیشه، می رود مضارع است، دیروز می رفت. پس عزیزم اول ماضی استمراری رو تو فارسی یاد بگیرین، اول ماضی استمراری رو تو فارسی یاد بگیرین. ماضی استمراری توی فارسی با می شروع میشه. یه کلمه دیروزم باید بشه قبلش گذاشت. ماضی استمراری تو فارسی با می شروع میشه. یه کلمه دیروزم باید بشه قبلش گذاشت. شما بگو ببینم می شنوند یا می شنیدند؟ می شنوند یا می شنیدند؟ آفرین، یه دیروز باید بشه قبلش گذاشت. دیروز می شنوند که نمیشه، دیروز می شنیدند. خب حالا بچه های من ببین قربونت دارم، میخوام بگم میرفت ماضی استمراریه، چون با می شروع میشه، یه دیروزم میشه قبلش گذاشت. بخوای بگی میرفت باید بگی کان یذهب. فرمول ساختن ماضی استمراری، فرمول ساختن ماضی استمراری کان و فعل مضارع. فرمول ساختن ماضی استمراری کان و فعل مضارع. هر جا کان و فعل مضارع کنار هم دیدین این ماضی استمراریه و تو ترجمهش می میاد. عزیزم ببین، کانو یسمعونه، کانو یسمعونه، هر جا کانه و فعل مضارع کنار هم دیدین این دوتا ماضی استمراری هن. هر جا کانه و فعل مضارع کنار هم دیدین اینا ماضی استمراری هن. تو ترجمهش می میاد، تو ترجمهش می میاد. حالا می شنوند یا می شنیدند؟ می شنوند یا می شنیدند؟ یه دیروز باید بشه قبلش گذاشت، دیروز می شنیدند. خب بچه ها اگر میشه چت غیر درسی نداشته باشیم، لطفاً اگر میشه چت غیر درسی نداشته باشیم، بذارین درسمون سریع‌تر پیش میره و چت های غیر درسی یه مقدار حواس بچه ها رو پرت میکنه. لطفاً همه بیاین تو کلاس. عزیزای من فرمول ساختن ماضی استمراری کانه و فعل مضارع، کانه و فعل مضارع، تو ترجمهش هم میمیاد، یه دیروزم باید بشه قبلش گذاشت. حالا قربونت برم من یه سوال دارم، اگر یه کانه بیاد اول جمله، اگر یه کانه بیاد اول جمله، تو جمله بعدیش سه تا فعل مضارع بیاد، اگر یه کانه بیاد اول جمله تو جمله بعدی سه تا فعل مضارع بیاد، آیا کانه شامل هر سه تاش میشه یا نمیشه؟ سوالمو فهمیدین؟ یه کانه بیاد
تو جمله بعدی 6 تا فعل مضارع بیاد، یکانه بیاد، تو جمله بعدی 6 تا فعل مضارع بیاد. آیا کانه شامل هر 6 تاش میشه یا نمیشه؟ بله میشه، بله میشه. عزیز دلم هر جا کانه دیدین باید تا ته جمله رو بخونین، هر جا کانه دیدین باید تا ته جمله رو بخونین. کانه اول جمله میاد و شامل همه فعلای داخل اون جمله میشه. یه لحظه لطفاً صبر کنین من یه مثال بنویسم، یه لحظه لطفاً صبر کنین من یه مثال بنویسم. نمیخواد یاد داشت کنین، فقط یادتون بمونه. نگاه کنین، کان علی یذهب الی المدرسه و یدرس فیها. کان علی یذهب الی المدرسه و یدرس فیها. کان اول جمله میاد بچه ها، کان اول جمله میاد. خیلی ببخشین چت بچه های ادوبی رو میتونین قطع کنین اگر لطف کنین. HD ببخشین، HD خب کانه اول جمله میاد و شامل همه فعلای داخل جمله میشه. کانه اول جمله میاد، شامل همه فعلای داخل جمله میشه. قربونت برم، الان فعل اول کانه یذهبوه، فعل دوم کانه یدرسوه. فعل اول کانه یذهبوه، فعل دوم کانه یدرسوه. هر جا کانه دیدی تا ته جمله رو بخون، هر جا کانه دیدی تا ته جمله رو بخون. کانه اول جمله میاد و شامل همه فعلای داخل جمله میشه. الان فعل اول کانه یذهبوه، کانه و فعل مضارعه، ماضی استمراریه، علی به مدرسه میرفت. فعل دومم کانه یدرسوه، کانه یدرسوه، دوباره کانه و فعل مضارعه، دوباره ماضی استمراریه، معنیش میشه در آنجا درس میخواند. عزیزم اگر یک کانه داشتی اول جمله در ادامش 100 تا فعل مضارع اومده بود، کانه با هر 100 تاش ماضی استمراری میسازه. بسیار عالی. خب بچه های من و یه مطلب دیگه قربونت برم، ببین عزیزم، کانه فعل کانه صرف میشه. کانه، کانا، کانو، کانت، کانتا، کنه. عزیزم اینا همشون کانه هستن، اینا همشون کانه هستن، اینا همشون کانن. هر کدوم اینا اگر بعدش فعل مضارع بیاد ماضی استمراری ساخته میشه. خیال نکن کانه همیشه این شکلیه. میتونین خصوصی کنین چطو؟ آها باش. خب بچه ها خیال نکنین کانه همیشه این شکلیه، خیال نکنین کانه همیشه این شکلیه. همه این فعلایی که اینجا میبینین کانه هستن، همه فعلایی که اینجا میبینین کانه هستن. هر کدوم اینا اگر بعدش فعل مضارع بیاد ماضی استمراری ساخته میشه. قربونت برم، ببین یه دور بذار این فعلا رو با هم بخونیم. کانه، کانا، کانو، کانت، کانتا، کنه، کنتا، کنتما، کنتم، کنته، کنتما، کنتنه، کنتو، کنه. اینا همشون کانن. هر کدوم اینا بعدش فعل مضارع بیاد ماضی استمراری ساخته میشه. میدونین مشکل چیه؟ میدونین مشکل چیه؟ بچه ها وقتی کنا رو میبینن، بچه ها وقتی کنا رو میبینن یادشون میره که اینم کانه.
بچه ها وقتی کنا رو میبینن یادشون میره که اینم کانه. چرا اینم کانه؟ اینم کانه. اگر بعدش فعل مضارع بیاد، اگر بعدش فعل مضارع بیاد، ماضی استمراری ساخته میشه. اینم کانه اینهاش. اینم کانه. اگر بعدش فعل مضارع بیاد، ماضی استمراری ساخته میشه. با می ترجمه میشه. یه دیروزم باید بشه قبلش گذاشت. دیروز می نوشتیم. خب بچه های من، مریم جان سوال تو اگر اجازه بدی جواب ندم، چون ربطی به کارمون نداره الان. بچه های من، میشه لطفاً جواب منو دقیق بدین؟ یه دور جواب منو دقیق بدین. فرموله ساختن ماضی استمراری چی شد؟ فرموله ساختن ماضی استمراری چی شد؟ فرموله ساختن ماضی استمراری کانه و فعل مضارع. فرموله ساختن ماضی استمراری چی شد؟ کانه و فعل مضارع. خب تو ترجمهش چی میاد؟ تو ترجمه ماضی استمراری چی میاد؟ تو ترجمه ماضی استمراری می میاد. باریکلا. قبلش باید چی بشه گذاشت؟ قبلش باید چی بشه گذاشت؟ قبلش باید چی بشه گذاشت؟ دیروز. اگه یکا نبیاد، اگه یکا نبیاد تو جمله بعدی سه تا فعل مضارع بیاد، اگر یکا نبیاد تو جمله بعدی سه تا فعل مضارع بیاد، چند تا ماضی استمراری خواهیم داشت؟ یکا نبیاد تو جمله بعدی سه تا فعل مضارع بیاد، چند تا ماضی استمراری خواهیم داشت؟ سه تا. باریکلا. و بچه ها گفتیم فعل کانه ممکنه مؤنث بشه، بشه کانت، ممکنه جمع بشه، مثلا بشه کانو، ممکنه متکلم بشه، بشه کنتو، بشه کنا، اهمیتی نداره. همه فعلایی که اینجا میبینین، همه فعلایی که اینجا میبینین اینا کانه هستن. همه فعلایی که تو این جدول میبینی اینا کانن. اگر بعدشون فعل مضارع بیاد، ماضی استمراری ساخته میشه. خب حالا بچه ها بریم کارو ادامه بدیم، بریم کارو ادامه بدیم، بریم سراغ ماضی بعید، بریم سراغ ماضی بعید. کوچولوهای من، ماضی بعید تو فارسی مثل چی؟ ماضی بعید تو فارسی مثل چی؟ ماضی بعید تو فارسی بود داره دیگه، بود داره. رفته بودم، دیده بودی، شنیده بودند، خورده بودیم. ماضی بعید توی فارسی بود داره. رفته بودم، دیده بودی، شنیده بودند، خورده بودیم، بود داره. عزیز دلم، اگر بخوای بگی رفته بود چی کار میکنی؟ اگر بخوای بگی رفته بود میگی کانه قد ذهب. فرمول ساختن ماضی بعید، فرمول ساختن ماضی بعید کانه قد فعل ماضی. فرمول ساختن ماضی بعید کانه قد فعل ماضی. عزیز دلم، هر جا کانه و قد و فعل ماضی دیدین، هر جا کانه و قد و فعل ماضی دیدین، این ماضی بعیده و تو ترجمهش بود میاد. کانو قد سمع او، معنیش میشه شنیده بودند، شنیده بودند. بچه های من، پس فرمول ساختن ماضی بعید کانه، کانه قد فعل ماضی. یک چیزی بچه ها توی ماضی بعید این قد میشه بیاد، میشه نیاد. تو ماضی بعید این قد میشه بیاد، میشه نیاد. چه بگی کانو قد سمع او، چه قدشو نیاری، بگی کانو سمع او. حرف قد در ماضی بعید اختیاریه. حرف قد تو ماضی بعید میشه بیاد، میشه نیاد. شما که بچه های باهوشی هستین به من بگین اگر قد نیاد چجوری با ماضی استمراری قاطیش نکنیم؟
اگر قد نیاد چجوری این دوتا رو قاطی نکنیم؟ ماضی بعید و ماضی استمراری رو قاطی نکنیم؟ باریکلا اگر قدم نیاد هیچ مشکلی پیش نمیاد، قدم نیاد هیچ مشکلی پیش نمیاد. ماضی استمراری کانه و مضارعه است، ماضی بعید کانه و ماضی. ماضی استمراری کانه و مضارعه است، ماضی بعید کانه و ماضی. قربونت برم، اگر کانه و مضارعه دیدی این ماضی استمراریه، تو ترجمهش می میاد می نوشت. اگر کانه و ماضی دیدی، کانه کتبه، این ماضی بعیده، تو ترجمهش بود میاد، نوشته بود. خب حالا بچه های من، شما به من بفرمایید ببینم ماضی نقلی توی فارسی مثل چی؟ ماضی نقلی تو فارسی مثل چی؟ ماضی نقلی رفته ام، دیده ای، شنیده است، خورده ایم. باریکلا خوب جواب میدین. ماضی نقلی تو فارسی رفته ام، دیده ای، شنیده است، خورده ایم. ماضی نقلی تو فارسی ام، ای، است، ایم، اید، ان داره. یادتون نره ماضی نقلی توی فارسی ام، ای، است، ایم، اید، ان داره. ماضی نقلی ام، ای، است، ایم، اید، ان. اگر بخوای بگی رفته است، اگر بخوای بگی رفته است، میگی قد ذهب. رفته است ماضی نقلیه، رفته است ماضی نقلیه. فعلی که ام، ای، است، ایم، اید، ان دارن ماضی نقلی هن. اگر بخوای بگی رفته است، میگی قد ذهب. فرمول ساختن ماضی نقلی قد و فعل ماضی، فرمول ساختن ماضی نقلی قد و فعل ماضی. عزیزم هر جا قد و فعل ماضی دیدی، هر جا قد و فعل ماضی دیدی، این ماضی نقلیه. تو ترجمهش ام، ای، است، ایم، اید، اند میاد. قد و فعل ماضی، ماضی نقلی، تو ترجمهش ام، ای، است، ایم، اید، اند، معنیش میشه شنیده، اند. خب حالا یه نکته ای رو لطفاً خیلی جدی بگیرین، یه نکته ای رو لطفاً خیلی جدی بگیرین. یه نفر از بچه ها میپرسه این با جزوه سالیانمون یکیه؟ نه یکی نیست، یه دونه تست مشترک هم نداره با جزوه سالیانتون، خلاصه شده اون جزوه سالیانه است. بچه های من گوش کنین، یه نکته ای رو خیلی جدی بگیرین. سپهر جان این آخرین چت رو یه نگاهی بندازین آقای سپهر خان. خب بسیار خب، بچه های من ماضی ساده و ماضی نقلی به جای هم ترجمه میشن. گوش کنین بچه ها، ماضی ساده و ماضی نقلی، خوب گوش کنید، مهمه ها، ماضی ساده و ماضی نقلی به جای هم ترجمه میشن. عزیز دلم گوش کن، قد ذهب ماضی نقلیه، معنیش میشه رفته است، ولی اگر دیدی ترجمهش کرده رفت، هیچ ایرادی نداره. ذهب ماضی معمولیه یعنی رفت، ولی اگر دیدی ترجمهش کرده رفته است، هیچ ایرادی نداره. ماضی ساده و ماضی نقلی به جای هم ترجمه میشن، ماضی ساده و ماضی نقلی به جای هم ترجمه میشن. عزیزم قد سمع او ماضی نقلیه، معنیش میشه شنیدند، ولی اگر دیدی ترجمهش کرده شنیدند، هیچ ایراد نداره. ماضی ساده و ماضی نقلی به جای هم ترجمه میشن. این کلاس در اصل
مال دوازدهم است، مال دوازدهم است، ریاضی، تجربی، انسانی. اما مطالبی که امروز میگم چون به درد دهم و یازدهم میخورد، گفتم دهم یازدهم مگر دوست دارن میتونن حضور پیدا کنن. چون این جلسه رایگانه، آموزشگاه جزوه رو در اختیار بچه‌ها قرار نمیده و دیگه کسانی که ثبت نام میکنن بعد از این جزوه کامل بهشون داده میشه. خب بچه‌ها عزیز دلم، پس حالا من راستی یه سوال بپرسم، من یه سوال بپرسم ببینم چی میگین شما. اگه تو صورت سوال داشتین ذهبه، اگر اون بالا تو صورت سوال داشتین ذهبه، یه گزینه ترجمش کرد رفت، یه گزینه ترجمش کرد رفته است، کدوم بهتره؟ سوال منو فهمیدین؟ اگر تو صورت سوال داشتین ذهبه، یه گزینه گفت رفت، یه گزینه گفت رفته است، کدوم بهتره؟ کدوم بهتره؟ جفتش کاملا درسته، جفتش کاملا درسته عزیزم. ماضی ساده رو هم ماضی ساده میشه ترجمه کرد، هم ماضی نقلی. هیچ کدوم اولویتی به اون یکی نداره، هیچ کدوم اولویتی به اون یکی نداره. با توجه به فعل نمیشه گزینه ای رو خط بزنین، با توجه به فعل نمیشه گزینه ای رو خط بزنین، باید برین یه جای دیگه، یه غلط دیگه ای پیدا کنین. اگر نه، مثلا اگر داشتین قدسم او، یه گزینه گفته بود شنیده اند، یه گزینه گفت شنیدن، جفتشون کاملا درسته، هیچ کدوم اولویتی به اون یکی نداره. با توجه به فعلش نمیشه گزینه ای رو خط زد، باید بریم یه جای دیگه، یک غلط دیگه ای پیدا کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا بچه های من خیلی خوب گوش کنین. دوستمون میپرسه آیا قد هم شامل همه فعلای داخل جمله میشه؟ نه، فقط کانه، فقط کانه شامل همه فعلای داخل جمله میشه. عزیزم یه لحظه صبر. فعل ماضی با ما منفی میشه، فعل مضارع با لا منفی میشه، فعل مستقبل با لن منفی میشه. فعل ماضی با ما منفی میشه، فعل مضارع با لا منفی میشه، فعل مستقبل با لن منفی میشه. ببین قربونت برم، ذهبه میشه رفت، ما ذهبه میشه نرفت. ذهبه میشه رفت، البته میتونیم بگی رفته است. ما ذهبه میشه نرفت، میتونیم بگی نرفته است. فعل ماضی با ما منفی میشه، مضارع با لا منفی میشه. یذهبو میرود، لا یذهبو نمیرود. فعل مستقبل با لن منفی میشه، مستقبل با لن منفی میشه. سیذهب خواهد رفت، لن یذهب میشه نخواهد رفت. مستقبل منفی دیگه سو سوف نداره، فقط یه دونه لن داره. مستقبل منفی سو سوف نداره دیگه، فقط یه دونه لن داره. عزیزم هر جا لن دیدی تو ترجمهش نخواه میاد، لن تو ترجمهش نخواه میاد، لن یذهب نخواهد رفت. عزیزم لن تو ترجمهش نخواه میاد، لن یسمعو نخواهند شنید، تو ترجمه لن نخواه میاد. یه هرگز میشه بیاد، میشه نیاد، میشه بگی هرگز نخواهد رفت. چیزی که توی ترجمه لن مهمه نخواه، لن یسمع اون نخواهند شنید. یه هرگز میشه بیاد، میشه نیاد، میشه بگیم هرگز نخواهند شنید. خب بچه های من،
من میخوام یک مرور بکنم ببینم که شما هرچی من گفتم رو متوجه شدین یا نه. لطفاً سکوت و به من دقت کنین. میخوام ببینیم که هرچی من گفتم رو شما متوجه شدین یا نه. خب عزیزای من، خب عزیزای من، لطفاً با تمرکز، لطفاً با تمرکز عزیز دلم. فرمول ساختن فعل مستقبل چیه؟ فرمول ساختن فعل مستقبل چیه کوچولو؟ باریکلا، فرمول ساختن فعل مستقبل سعی و سوف و فعل مضارع. سعی و سوف و فعل مضارع تو ترجمهش چی میاد؟ تو ترجمهش چی میاد؟ سعی و سوف تو ترجمهش چی میاد؟ تو ترجمهش خواه میاد. مستقبل تو ترجمهش خواه میاد. عزیز دلم به من بگو ببینم فرمول ساختن ماضی استمراری چیه؟ فرمول ساختن ماضی استمراری چیه؟ کانه و فعل مضارع. باریکلا، فرمول ساختن ماضی استمراری کانه و فعل مضارع. تو ترجمهش چی میاد؟ تو ترجمهش چی میاد؟ ماضی استمراری تو ترجمهش چی میاد؟ میاد. باریکلا، تو ترجمهش میاد. قبلش باید چه کلمه ای بشه گذاشت؟ قبلش باید چه کلمه ای بشه گذاشت؟ دیروز. باریکلا، دیروز. کوچولوی من، ماضی بعید فرمول ساختنش چیه؟ ماضی بعید فرمول ساختنش چیه؟ کانه قد فعل ماضی. باریکلا، قدش میشه بیاد میشه نیاد. کانه قد فعل ماضی. قربونت برم، ماضی بعید تو ترجمهش چی میاد؟ ماضی بعید تو ترجمهش چی میاد؟ ماضی بعید تو ترجمهش، ماضی بعید تو ترجمهش بود میاد. باریکلا، ماضی بعید تو ترجمهش بود میاد. آفرین عزیزم، بگو ببینم که، بگو ببینم که. آفرین باریکلا، این قلب تقدیم به شما. ماضی نقلی فرمول ساختنش چیه؟ ماضی نقلی فرمول ساختنش چیه؟ ماضی نقلی قد و فعل ماضی. باریکلا، قد و فعل ماضی. آفرین، تو ترجمهش چی میاد؟ قد و فعل ماضی تو ترجمهش. ماضی نقلی باریکلا ام ای است این اید اند میاد. ام ای است این اید اند. کوچولو بگو ببینم که کدوم دوتا ماضی به جای هم ترجمه میشه؟ کدوم دوتا ماضی به جای هم ترجمه میشه؟ آفرین، ماضی ساده و ماضی نقلی. ماضی ساده و ماضی نقلی خیلی خوبه عزیز دلم. بگو ببینم ماضی با چی منفی میشه؟ ماضی با چی منفی میشه؟ ماضی با چی منفی میشه؟ با ما. آفرین. مضارع با چی منفی میشه؟ مضارع با چی منفی میشه؟ مضارع با لا. آفرین. مستقبل با چی منفی میشه؟ مستقبل با چی منفی میشه؟ لن. آفرین، آفرین. لن توی ترجمهش چی باید بیاد؟ لن توی ترجمهش چی باید بیاد؟ حتما. چه چیزی حتما میاد؟ لن تو ترجمهش نخواه. چه چیزی شاید بیاد؟ چه چیزی شاید بیاد؟ هرگز شاید بیاد. آفرین، آفرین. اگر من یه کاری کردم و شما بدون سوتی جواب دادین، یعنی این که دیگه همه چی رو فهمیدین. ببین عزیزم، ببینم از پس این کار بر میای یا نه. من میخوام فعل بنویسم، من میخوام فعل بنویسم، شما معنیشو بگی. آقا جان من، این خستگی رو از تن من در کن با جواب درست. ببینم بدون یه سوتی میتونین جواب بدین یا نه. خیلی ببخشین، میشه برای من یه آب زحمت بکشین بیارین؟ خب سپر این بیتربیت همونو بلاک کردی؟ یعنی دیگه نیستن تو کلاس؟ دیدم همه مؤدب شدن یهو. خب
بسیار خوب، بچه های من میخوام که یه سری فعل بنویسم، شما معنیشو به من بگی. برو بریم، یه ذره سری زود بگو ببینم کتبه یعنی چی. بدو بدو کتبه یعنی چی؟ بودو کتبه یعنی باریکلا کتبه مازیه میشه نوشت، کتبه مازیه میشه نوشت. یک توبو سوتی ندی. یک توبو یعنی چی؟ یک توبو یعنی چی؟ یک توبو مزاره است باریکلا. یک توبو مزاره است یعنی می نویسد. یک توبو مزاره است یعنی می نویسد باریکلا. اوه 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 او. ببینم چی کار میکنی. سیک توبو یا سوف یک توبو یعنی چی؟ سیک توبو یا سوف یک توبو یعنی چی؟ بودو 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 باریکلا. سعی یا سوف دیدی باید تو ترجمهش خواه بیاد باریکلا. خواهد نوشت. آفرین. بگو ببینم عزیزم کان یک توبو یعنی چی؟ کان یک توبو. کان یک توبو یعنی چی؟ آفرین، خیلی خوبه. کان یک توبو کانه و فعل مضارع است. آفرین، ماضی استمراریه، تو ترجمهش می میاد. آفرین. بگو ببینم می نویسد یا می نوشت؟ می نویسد یا می نوشت؟ یه دیروز باید بشه قبلش گذاشت. آفرین، دیروز می نوشت، خیلی خوبه. عزیزم بگو ببینم کانه قد کتبه. کانه قد کتبه. کانه و قد و فعل ماضی. کانه و قد و فعل ماضی. باریکلا. ماضی بعید تو ترجمهش بود میاد. آفرین، میشه نوشته بود. بگو ببینم قد کتبه چی میشه؟ قد کتبه چی میشه؟ قد کتبه، قد کتبه ماضی نقلیه. ام ای است ایم اید اند میخواد. قد کتبه ماضی نقلیه. ام ای است ایم اید اند معنیش میشه نوشته است. آفرین، معنیش میشه نوشته است. عزیز دلم ما کتبه چی میشه؟ ما کتبه، ما کتبه ماضی منفی. باریکلا، ماضی منفی. کتبه نوشت، ما کتبه ننوشت. آفرین. بچه ها لا یک توبو یعنی چی؟ لا یک توبو. آها، باریکلا، مضارع منفی. خیلی خوبه. یک توبو می نویسد. لا یک توبو نمی نویسد. آفرین، لا یک توبو نمی نویسد. عزیز دلم لن یک توبه یعنی چی؟ لن یک توبه یعنی چی؟ گفتیم لن باید تو ترجمهش نخواه بیاد. لن یک توبه نخواهد نوشت. و گفتیم یه هرگز، دلت خواست بیار، دلت نخواست نیار. بسیارم عالی. خب بچه های من، یه سوال. کیا از طریق پیج اینستاگرام من با این کلاس آشنا شدن، یعنی فهمیدن امروز کلاس هست؟ آها، بله. خب بسیار خوب. نه، خیلی هم خب. کیا از طریق آنلاین آکادمی متوجه شدن؟ یعنی منو نمیشناختن اصلا، تبلیغات آنلاین آکادمی رو دیدن و وارد شدن. آها، بسیار عالی. دست شما درد نکنه. بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب بچه ها، من یه دوستی دارم، معلم ریاضیاته. من یه دوستی دارم معلم ریاضیاته. یه بار تو اینستاگرامم عکسشو گذاشتم، آقای ماهر. یه تو اینستاگرامم یه عکسشو گذاشتم، یه علامت بدی نشون داده بود جلو دوربین. نمیدونم یادتونه یا نه. یه دوستی دارم آقای مهرداد ماهر، دبیر ریاضیاته. من حالا کسایی که تو پیج من نیستن، یه بار یه کار زشتی کرده بود، یه علامت بدی به دوربین نشون داده بود و عکس گرفته بود و حالا من اونو
استوریش کردم، ایشون همه تستای ترجمه رو درست میزنه، دبیر ریاضیات، همه تستای ترجمه رو درست میزنه. بهش میگم چه کار میکنی؟ چجوری درست میزنی همه تستا رو؟ میگه من گزینه ها رو با هم مقایسه میکنم. میگه من گزینه ها رو با هم مقایسه میکنم ببینم گزینه ها چه فرقی دارن با هم، ببینم گزینه ها چه فرقی دارن با هم. بعد میرم اون بالا رو نگاه میکنم ببینم کدوم درسته کدوم غلط. فهمیدین چی شد؟ جدی این آقای ماهر دبیر ریاضیات از 10 تا تستی که 8 تاشو حتما درست میزنه، بهش میگیم چی کار میکنی؟ میگه من گزینه ها رو مقایسه میکنم، تفاوت گزینه ها میفهمم چیه، بعد میرم اون بالا رو نگاه میکنم ببینم کدوم درسته کدوم غلطه. بچه ها ببینین من میخوام شما یه تستو، اصلا فرض کن سواد عربی نداری، فرض کن سواد عربی نداری، میخوام ببینم میتونی گزینه ها رو مقایسه کنی و تستو جواب بدی. اون وقت ها یه لحظه گوش کنین، اون وقت میخوام بقیه یه تستا رو، میخوام بقیه یه تستا رو هم از سوادت چیزایی که گفتم کمک بگیری و هم از گزینه مقایسه کردن بری جلو. الان این تست دو رو اصلا با سوادت کاری نداریم، این چیزایی که گفتم هم فرض کن نگفتم، اصلا خودت برو ببینم چی کار میکنی، خودت ببینم با مقایسه کردن گزینه تست دو رو میتونی بزنی. تست دو فقط با گزینه مقایسه کردن فکر کنیم. بچه ها تصویر رو دارین یا نه؟ بچه های HD تصویر رو دارن؟ مشکل ندارن. خب میگن دیده نمیشه، چه کارش کنیم سپر؟ چیه مشکل؟ دیده میشه اگر بخوان یا سخت؟ تصویره اشتی. آها میتونن ببینن بالاخره. من برم کنار از جلوش. خب خیلی خوبه، گفتم بهتون از سوادتون نمیخواد استفاده کنین. فرض کنین من اصلا امروز هیچی درس ندادم، میخوام گزینه ها رو مقایسه کنم بگم صدق همان سلامتی است یا بگم صداقت مانند سلامتی است، همچون سلامتی است. همه تستایی که میزنیم مال کنکور 1400 ها، همه تستای امروز مال کنکور 1400. خب تو صورت سوال داریم، تو صورت سوال داریم از صدق و صحت، یعنی صداقت درستی مانند سلامتی است یا همچون سلامتی است. چه معنی مانند میده؟ چه معنی مانند میده؟ یک و سه میره بیرون، یک و سه میره بیرون، یا دو یا چهار. خب دوباره مقایسه کنم، سلامتی انسان یا سلامتی بدن انسان، انسان یا بدن انسان. آها خب اینجا داریم صحت الانسان میشه سلامتی انسان، بدن نداریم. میگه صداقت مانند سلامتی انسان است، بدن نداریم، جواب دو میشه. خب آره فراز جان، از فعلای جمله میشد فهمید، من ازتون خواستم که این تستو با فعل نزنین، فقط با مقایسه کردن گزینه ها بزنین. بله بدن تو 4 اضافه است، جواب دوه.
حالا من یه خواهشی دارم ازتون، باریکلا، حالا من یه خواهشی دارم ازتون، من میخوام تو تست سه هم از چیزایی که من گفتم استفاده کنین و هم گزینه مقایسه کردن رو مد نظر داشته باشیم. من میخوام توی تست سه هم از چیزایی که من گفتم استفاده کنین، هم اگر لازم شد گزینه ها رو با هم مقایسه کنین. برین ببینم چی کار میکنین. یه دقیقه سکوت. آها خوب، خوب، ادوبیامون بیشتر گفتن یک، اچدیامون بیشتر گفتن چار. یه خواهشی بین یک و چار یه مقایسه بکنین. به دو گزینه میرسین، به دو گزینه میرسین، دیگه خیلی خنگ باشین نزنین تستو. یه دور دیگه بین یک و چار. خب بین یک و چهار چند؟ بله جواب چهاره، جواب چهاره. 80% بچه ها درست گفتین تقریبا. بچه های من ببینین، دوتا ماضی استمراری داریم، کنا نذهب و کنا نصل. و کان و فعل مضارع است دیگه، دو تا ماضی استمراری داریم، کنا نذهب و کنا نصل. و کان و فعل مضارع است، کان و فعل مضارع است. خب کان و فعل مضارع ماضی استمراریه، تو ترجمهش میمیاد. میرفتیم، نرفته بودیم، رفته بودیم ماضی بعیده، میرفتیم. خب حالا دومی رو بگیم رسیده ایم یا بگیم میرسیدیم. رسیده ایم یا میرسیدیم. خب کنا نسلو کان و فعل مضارع ماضی استمراریه، اینم نمیخواد. میرسیدیم، نرسیده ایم، میرسیدیم. ثانیاً دائما میشه همیشه، نه قبلن. من قبل میشه از قبل، نه همیشه. جواب چاره، جواب چار. خب حالا بریم تست بعدی. هم از چیزایی که من گفتم استفاده کنین، هم اگر لازم شد گزینه ها رو با هم مقایسه کنیم. جان من تا یه دقیقه هیچی نگین. زالکه رو میشه بگیم آن، زالکه رو میشه بگیم آن، میشه بگیم همان، از این بابت ایرادی نداشتن. بریم تست چار. یه 30 ثانیه، یه دقیقه هیچی نگین. کامیاب جان اگر اشتباه نکنم این مال تست تجربی پارسال بود، بچه های تجربی پارسال این کنکور رو دادن، همین تستا رو زدن. تست چهار فکر.
خب اوه 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 چند بچه ها؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله جواب سه. اگه دهم یازدهممونم دارن درست میزنن، بچهای دهم یازدهم جای خیلی امیدواریه، چون اینا تستای کنکور پارساله، یه مقدار از سطح چیزی که به شما درس دادن تا الان بالاتره. سه جواب، جواب سه. بچه ها ببینین، سینجه و فعل آینده است، مستقبله، تو ترجمهش خواه میاد. سینجه و فعل آینده است، فعل مستقبله، تو ترجمهش خواه میاد. متاسفانه هر چهار گزینه خواه داره، گند زدیم به هیچ جا نرسیدیم. سینجه و فعل آینده است، هر چهار گزینه تو ترجمهش خواه داره. عزیز دلم بیا، اوه 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 قد استطاع مازی نقلیه، قد استطاع مازی نقلیه معنیش میشه توانسته است، توانسته است. مازی نقلی دیگه ام ای است، این اید اند میخواد. بچه های من قد استطاع مازی نقلیه، قد استطاع ماضی نقلیه، تو ترجمهش ام ای است، این اید اند میخواد. توانسته است، میتواند مضارع است، میره بیرون. خواهد توانست مستقبله، میره بیرون. توانسته است. حالا یا دو یا سه. ببین اولا گزینه دو این در آینده اضافه است. این چیه دیگه در آینده؟ در آینده میشه در فی مستقبل، در آینده میشه فعل مستقبل، فعل مستقبل نداریم اون بالا. این چرت و پرته. اینجا داریم نصف، اینم گفته نیمه، این جمعش کرده. اواسط جمع وسطه. فهمیدین چی شد؟ اینجا رو نگاه کنین، اینجا رو نگاه کنین، نصف مفرده، نیمه مفرده، گزینه دو اواسط جمعه، گزینه دو اواسط جمعه. بچه ها دوست باشین با هم دعوا نکنین، جواب گزینه سه میشه. پس قربونت برم، قد استطاع ماضی نقلی بود، قد استطاع، قد و فعل ماضی، ماضی نقلی بود، ام ای است، این اید اند میخواد. ببخشین اینهاش، توانسته است، ام ای است، این اید اند میخواد. حالا بین دو و سه، دو در آیندهش اضافه است، اینجا نیمرم جمع کرده، ببخشید نصف رو، نصف که مفرده رو جمع کرده، کردتش اواسط، میره بیرون. بذارین من یه تست دیگه بیارم، یه تست دیگه بیارم ببینم میتونین همه بزنین. اینو امیدوارم کردین. اوه جان من سکوت، یه دقیقه هیچی نگین، یه دقیقه هیچی نگین. اوه 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 ببینم چی کار میکنین، یه دقیقه هیچی نکن. باید اونقدر تمرین کنین تا بتونین تو 48 ثانیه این کار رو انجام بدین. بچه ها جواب چند؟ ادوبیامون جواب دادند.
چقدر اختلاف نظر بین اد و بی و اچ دی. یه گزینه همه گفتن اد و بی ها همه تقریبا گفتن یک، اچ دی ها همه گفتن دو. عزیزم آخه چه اول یه چیزی، شما متوجه شدین که اینجا کا نداریم؟ متوجه شدین کا نداریم؟ قرار شد کا ندیدین تا ته جمله رو بخونین. کانه شامل همه فعلای داخل جمله میشه. آها، کانه و فعل مضارع ماضی استمراری می میخواد. خب بچه ها گزینه دو که می نداره، گزینه دو که می نداره، یکه. بابا دو خیلی پرت بود، یه لحظه صبر کنین. کانه و فعل مضارع، کانه و فعل مضارع ماضی استمراریه، کانه و فعل مضارع ماضی استمراریه، تو ترجمهش می میاد. غارت می کردند، یغما می بردند. خوبه، یه دیروز هم باید بشه قبلش گذاشت، دیروز به یغما می بردند. این که اصلا می نداره. اوه سه 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 سه، اینو نمیشه دیروز قبلش گذاشت. دیروز به یغما میبرند که نمیشه، دیروز به یغما میبردند. این مضارع است، این ماضی استمراری نیست. به یغما میبرند نه، اینو نمیشه قبلش دیروز گذاشت. نمیشه بگیم دیروز به یغما میبرند، دیروز به یغما میبردند. اما اینم خوبه، غارت میکردند، دیروز غارت میکردند. خب گلا بیا بگیم این یا بگیم آن، این دو یا آن دو، این دو یا آن دو. خب هاتینه هازا و هازهی میشه این، هازانه هازینه هاتانه هاتینه میشه این دو، زالکه و تلکه میشن آن. بچه ها زالکه، زالکه و دیتم، زالکه و تلکه میشن آن. هازا و هازهی میشه این، هازانه ها زینه ها تانه ها تینه میشه این دو. اشاره به نزدیکه، اشاره به نزدیک. خب پس جواب گزینه یک شد. آنا میرن بیرون، هازانه ها زینه ها تانه ها تینه میشه این دو، یک. خب یه سوال، یک سوال بچه ها. شما اگر سال دوازدهم تو خرداد ماه یه امتحانی رو بیفتی چی میشه؟ سال دوازدهم امتحانای خرداد، قبل کنکور، قبل کنکور یه امتحانی رو بیفتی چی میشه؟ آها آه، هیچی نمیشه. شما اگه تو خرداد یه امتحانی رو بیفتی هیچی نمیشه. کنکورتو میدی؟ کنکورتو میدی؟ شهریور ازت امتحان میگیرن، شهریور ازت امتحان میگیرن. شهریور بیفتی چی میشه؟ شهریور بیفتی چی میشه؟ شهریور بیفتی هم دوباره هیچی نمیشه. شهریورم بیفتی هیچی نمیشه. ببین به دانشگاه میگی من میخوام ورودی بهمن بشم، به دانشگاه میگی من میخوام ورودی بهمن بشم، نمیخوام مهر بیام دانشگاه، بهمن میخوام بیام. دوباره دیماه ازتی امتحان میگیرن، دیماه ازتی امتحان میگیرن. دی بیفتی چی میشه؟ دی بیفتی چی میشه؟ هیچی نمیشه. به دانشگاه میگی منو ثبت نام کنین، منتها من درس افتاده دارم نمیتونم انتخاب واحد کنم، ترم اولو مرخصی میگیرم، ترم اولو مرخصی میگیرم. دوباره خرداد امتحان میدی، دوباره شهریور امتحان میدی، سه ترم میشه مرخصی گرفت، سه ترم میشه مرخصی گرفت. اونقدر امتحان میگیرن تا قبول شی، اونقدر ازت امتحان میگیرن تا قبول شی. اما اون موقعی که من کنکور داشتم متاسفانه اینجور نبود، یک قانون خیلی بیرحمانه ای بود اون سالی که من کنکور دادم، یک قانون خیلی بیرحمانه ای بود. میگفت قانونه میگفت که شما اگر قبل از کنکور، میگفت اگر قبل از کنکور
امتحاناتو پاس کردی؟ کردی. اما اگر یه درسی افتاد قبل کنکور، شما رتبه یک کنکور هم بشی حق نداری بری دانشگاه. باید همه درس ها رو همون خرداد قبل کنکور پاس میکردی. خب حالا ببین، من سال آخر که کنکور دادم، من سال آخر که 12 بودم، رشتم ریاضی فیزیک بود، رشتم ریاضی فیزیک بود، کنکور و کنکور انسانی شرکت کردم. من سال 12 ریاضی فیزیک بودم، سال 12 ریاضی فیزیک بودم، تو امتحانا مثلا دیفرانسیل و فیزیک و شیمی و اینا باید پاس میکردم، اما کنکور رو میخواستم کنکور انسانی بدم. برای کنکورم درسای انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه منطق اینا رو میخوندم. اگر گفتی کی یا خیلی بدبخت میشدم، اگر گفتی کی یا خیلی بدبخت میشدم، امتحانا دیگه، امتحانا من خیلی بدبخت میشدم، چون برای کنکور داشتم فلسفه منطق، جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ جغرافی میخوندم، اما توی دی ماه و تو خرداد ماه باید فیزیک و شیمی و دیفرانسیل و اینا رو پاس میکردم. امتحانای ترم یک دی بود دیگه، خیلی فاصله داشت تا کنکور، دی بود خیلی فاصله داشت تا کنکور. کنکور رو گذاشتم کنار یه 20 روز، امتحانای دی ما درسای انسانی رو گذاشتم کنار، همین فیزیک و شیمی و اینا رو خوندم، با 10-12 پاس میکردم رفت، با 10-12 پاسش میکردم میرفت. تو خرداد ماه که شد، من کنکور آزمایشی شرکت کرده بودم، سازمان سنجش، رتبم شده بود 12، رتبم شده بود 12 تو کنکور آزمایشی. میدونستم رتبم تو کنکور خوب میشه، میدونستم رتبم تو کنکور خوب میشه، دیگه اصلا دلم نمیمد درسای انسانی رو بذارم کنار. یه ما تا کنکور فاصله داشتیم، اصلا دلم نمیمد درسای انسانی رو بذارم کنار بیام مثلا فیزیک و شیمی و اینا بخونم. رو آورده بودم به تقلب، رو آورده بودم به تقلب، با دوستا هماهنگ میکردم، تقلب میکردم. دوستام هم خب میدونستن شرایط من چطوره، خیلی هوامو داشتن و چیز شد، خیلی هم تأثیر خوبی داشت. با 19 و 20 و اینا دیگه پاس میکردم، خیلی معدلم هم رفته بود بالا. آخرین امتحان، امتحان فیزیک بود، بیشترین استرس رو در عمرم تو اون امتحان فیزیک من کشیدم. اگر گفتی مشکل چی بود، ببین بچه های ریاضی فیزیک، ماها امروز امتحان فیزیک داشتیم، بچه های تجربی دیروز امتحان فیزیک داده بودن. فیزیک ریاضی ها و تجربی ها یه ذره با هم فرق داره دیگه، ریاضی ها امروز داشتیم، تجربی ها دیروز امتحان داده بودن. خب این چه مشکلی داشت؟ اگر گفتی چه مشکلی داشت که دیروز تجربی ها امتحان داده بودن، سالن خلوت بود، سالون خلوت بود، تجربیامون نبودن دیگه. من اینجا نشسته بودم، اونی که میخواستم تقلب کنم اون بر سمتون ورتر، اون یکی سمتون ورتر، سالون خلوت شده بود. من تا 10 دقیقه مونده بود به آخر ساعت، یک کلمه فیزیک ننوشته بودم، هیچی نمیدونستم. ببین فوش بود که به خودم میدادم، میگفتم آقا این همه امتحان پاس کردی، این یکی رو میخوندی دیگه، حداقل یکی رو میخوندی. آخه اگر من اینو میافتادم دیگه دانشگاه نمیشد برم، من رتبم تو کنکور 10 شد، میدونستم رتبم خوب میشه، اگر اینو میافتادم دیگه دانشگاه نمیشد برم. تا 10 دقیقه مونده بود به آخر ساعت، برگه من سفید سفید بود. مدیرمونم خیلی با من بد بود، من هم سن شما بودم، خیلی بی تربیت بودم. ببین مثلا یه شیطون مؤدب داریم، بعضیا شیطونن مؤدبن ولی همه دوستشون دارن، من شیطون بی تربیت بودم. یعنی این مدیر و ناظم و اینا منو میدیدن اصلا کهیر میزدن، حالشون به هم میخورد از من. این مدیر ما میمد این برگه منو نگاه میکرد سفیده، یه لبخندی از ته دلش میزد و میرفت. هیچی، من نشستم فکرامو کردم، گفتم که خب من که همینجوری صفرم، من که همینجوری صفرم، تقلبم هم بگیرن با صفرم، خب پس من تقلب میکنم، خیلی هم وحشیانه تقلب میکنم. اومدم این برگه سفیدمو با گردن کج به یکی از دوستام، امیر ارسلان بود، 6 متر ورتر نشسته بود، با گردن کج این برگه سفیدو نشونش دادم. این گردن کج 1000 تا معنی داشت، یعنی امیر ارسلان من
تو کنکور آزمایشی سازمان سنجش رتبه‌ام شده 12، تو کنکور خوب میشه، سفید بلد نیستم فیزیک، نمیتونم اینجوری برم دانشگاه. امیر ارسلان مردونگی کرد و اومد روی برگه سوالا، یه سوال داشتیم یه جواب دیگه، رو برگه سوالاش جوابا رو نوشت. فقط مونده بود من برم برگ سوالامو بدم به ارسلان، برگ سوالای اونو بگیرم و بیام پاک نویس کنم. هیچی. ببین سه تا دانش آموز بودیم و 6 تا مراقب، سه تا دانش آموز 6 تا مراقب. یکی از مراقبات دبیر دین و زندگیمون بود، این مراقب چقرا رو دیدین نمیذارن تقلب کنی، از اونا بود، اصلا نمیذاش تقلب کنی. هیچی دیگه، من که اصلا نگاه نکردم که کی میبینه کی نمیبینه، میدونستم حتما میگیرنم. از جام پا شدم این آقا، برگ سوالا رو ورداشتم، رفتم 6 متر اونورتر، برگه رو دادم به ارسلان، برگه از سوالای ارسلان رو ورداشتم، اومدم و نشستم سر جام. هیچ کس ندید، هیچ کس ندید. ببین دبیر دین و زندگی همون لحظه یه چیزی پاشو نیش زد، اینجوری برگشت شروع کرد پاشو خاروندن. مدیر و نظم همون لحظه مشغول به صحبت کردن با همدیگه شدن. ببین حالا دیگه من اصلا نمیدونستم، 10 دقیقه وقت بود، نمیدونستم اول فرموله رو بنویسم بعد چرت و پرتای زیرش رو بنویسم، بعد چرت و پرتا رو بنویسم اول بعد فرموله بنویسم. هیچی، آخرش تو 10 دقیقه به سرعت پر کردم برگه رو، رفتم برگه رو دادم به مدیرمون، برگه پاسخنامه‌مو دادم به مدیرمون. مدیره میگم خیلی با من بد بود دیگه، برگه رو یه نگاهی کرد و گفت اینا رو از کجا آوردی؟ من میگم بی تربیت بودم دیگه، زدم سر شونش و گفتم من اون 1 ساعت و نیم اول داشتم فکر میکردم این خدمت شما. هیچی، خلاصه برگه رو دادم بهش و اومدم خونه و با 12 اون امتحان رو پاس کردم. امتحان فیزیکو با 12 پاس کردم و رتبه هم تو کنکور شد 10، 10 منطقه 1، 15 کل کشور تو دانشگاه. خب خیلی خوب، حالا بچه های من، حالا بچه های من، عزیزای من، من بر میگردم یه ذره عقب، بر میگردم یه ذره عقب کوچولوها. ببین عزیز دلم، ببین لطفاً، شما به من بگو که بچه های دهممون این مال دهمه، شما به من بگو ببینم که فعل مجهول چه فعلیه. گفتیم فعلا خیلی مهمه دیگه، فعلا خیلی مهمه، شما به من بگو فعل مجهول چه فعلیه. فعل مجهول فعلیه که فاعل مشخص نداره، فعل مجهول فعلیه که فاعل مشخص نداره. علی غذا را خورد، فاعل مشخصه، علیه، اما غذا خورده شد فاعل مشخص نیست، خورده شد فعل مجهوله. عزیزم فعل مجهول فعلیه که فاعل مشخص نداره. محمد مریم را دید، فاعل مشخصه، محمد مریم را دید، فاعل مشخصه، محمده. اما اگر بگیم مریم دیده شد، مریم دیده شد، فاعل مشخص نیست، دیده شد فعل مجهوله. فعل مجهول فعلیه که فاعل مشخص نداره. چطور ساخته میشه فعل مجهول؟ توی ماضی با او شروع میشه، حرف ما قبل آخرش ا داره، تو مضارع با او شروع میشه، حرف ما قبل آخرش ا داره. قتل یقتلو. یه بار دیگه، فعل مجهول فعلیه که فاعل مشخص نداره.
چطور ساخته میشه، توی مازی با او شروع میشه، حرف ما قبل آخر ا داره، تو مضارع با او شروع میشه، حرف ما قبل آخر ا داره، یسمع او. آهنگ دیوونه رو شنیدین منصور میخونه؟ آهنگ دیوونه رو شنیدین منصور میخونه؟ قدیمیه، 10 سال پیش خوند. دیوونه 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 شو دیوونه. یه جاش میگه، یه جاش میگه، یه جاش میگه او ا او ا او ا او ا. این فرموله ساختن فعل مجهوله، او ا او ا او ا او ا. مجهول ماضی میشه او ا، مجهول مضارع میشه او ا. عزیزم فعل مجهول رو چطور تشخیص میدی؟ فعل مجهول رو چطور تشخیص میدی؟ اگر یه فعل ماضی دیدی با او شروع شد، حرف ما قبل آخر ا داشت، این مجهوله. اگر یه فعل مضارع دیدی با او شروع شد، حرف ما قبل آخر ا داشت، اینم مجهوله. بچه ها هر وقت تو صورت سوال فعل مجهول دیدین زیرش خط بکشین، هر وقت تو صورت سوال تو تست ترجمه فعل مجهول دیدین زیرش خط بکشین. فعل مجهول باید تو ترجمه شد داشته باشه. قتل کشته شد، یقتل کشته می شود، سمع شنیده شد، یسمع شنیده می شود. فعل مجهول باید تو ترجمهش شد داشته باشه. فعل مجهول باید تو ترجمهش شد داشته باشه. هر جا او ا او ا دیدی فعل فعل مجهوله و تو ترجمهش باید شد بیاد. خب بچه های دهم و یازدهممون، شما کلاس نکته و تست نمیخواد ثبت نام کنین. بچه های دهم و یازدهم کلاس نکته و تست نمیخواد ثبت نام کنین، زوده براتون. شما بذارین تیر ماه که شد، تیر ماه که شد، کلاس دهم، کلاس یازدهم یا کلاس دوازدهم، هر پایه‌ای که تیر ماه قراره برین، اون کلاس رو ثبت نام کنین. نکته و تست نمیخواد ثبت نام کنین. بچه های دوازدهممون، بچه های دوازدهم، کلاس نکته و تستمون فروردین ماه شروع میشه، آخرین هفته فروردین. 8 جلسه 3 ساعت است. این امروز اول نکات رو درس میدم، بعدش ازش یه سری تست میزنم. مثلا بچه های دوازدهم، مثلا چطور بگم، موصوف و صفت رو درس میدم، ازش 10 تا تست میزنم. مضاف و مضاف الیه رو درس میدم، ازش 10 تا تست میزنم. عدد رو اول درس میدم، بعد ازش 10 تا تست میزنم. همه مباحث عربی رو که امکان تست اومدن ازش هست، اول تدریس میکنم و بعد ازش تست میزنم. یعنی حتی اگر 0 0 0 چون درس میدم اولش، میتونین تو همایش تو نکته و تست شرکت کنین و همه چی رو متوجه شین. دیگه خودتون ببینین، اگر دوست داشتین میتونین ثبت نامتون رو انجام بدین. من براتون آرزوی موفقیت میکنم. حدیث یه سوالی رو 30 بار پرسید، بله برای بچه های انسانی یه جلسه اضافه میذارم، اون چیزایی که انسانی ها اضافه دارن رو بهشون درس میدم. بله بچه های انسانی با ریاضی تجربی ها میاین همه یه جلساتو، اون آخرش یه جلسه اضافه دارین، اون منادا لازم متعدی مورب مبنی چیزایی که اضافه دارین رو میگم، یعنی انسانی ها میتونن شرکت کنن. بچه ها ما باید بعد بچه های همدان با آقای فخیمی هماهنگ کنین. بله بچه های همدان با آقای فخیمی. بچه ها براتون آرزوی موفقیت میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. برای ثبت نام با همین مؤسسه‌ای که الان توش حاضرین با شماره تلفن 021-66-400-300 تماس بگیرین. برای کلاس نکته و تست با همین شماره 021-66-400-300 تماس بگیرین. به
بسیار خوب بچه ها براتون آرزوی موفقیت میکنم. سهیل جان دیگه امسال احتمالاً همایش نداریم، همین نکته و تستمونه فقط. خب بچه ها ما اینجا باید ساعت 4:30 مثل این که استودیو رو لازم دارن، من دیگه باید باتون خدافظی کنم که تا 4:30 آماده ای کلاس بعدیشون بشن. آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم از جلسه امروز استفاده کرده باشین. یا حق، شاکریم، خدافظ، خداحافظ، خداحافظ، یا حق، خداحافظ.